خب ایران کاملا داره این کارو میکنه. الان دیدم رادیو امروز میگفت، میگفت اسرائیل رسما اعلام کرده که اولین دشمنش حزب الله است، بعدن ایران، قبلا اول ایران بود بعد حزب الله. خب این اعتراف یعنی چی؟ یعنی اسرائیلیا با لذت این رو اسم میبرن، نه اینکه الان با موجب نگرانیشون باشه، یعنی اینکه آقا شما قشنگترین کاری رو که ما نیاز داریم دارید انجام میدید. این همه عربده های ضد اسرائیلی که آقایون اسلامی ما در این کشور سر میدادن و بیخ گوش اسرائیلی هم در سوریه بودند و اسلحه هم دستشون داشت، یک فشنگ به سمت اسرائیل شلیک نکردن. همه این سرداران سپاه که یقشون رو جر میدن برای خاک مالی کردن اسرائیل و اینکه باید از صحنه روزگار محو بشد، درست بیخ گوش اسرائیل اینا در سوریه حضور داشتن، یک فشنگ جرأت نکردن به سمت اسرائیل شلیک بکنن. این یعنی چیه؟ یعنی که آقایون هستند که فضا برای فروش اسلحه برای کارخانه های اسلحه سازی در کشورهای بزرگی مثل آمریکا و فرانسه و جاهای دیگه ایجاد کنن، و تا زمانی که این بازار داغه آقایون باید باشن. حالا توی این بلبشو شما میخواید رئیس جمهور انتخاب بکنید. رئیس جمهور نمیتونه آدم خردمندی باشه، نمیتونه آدم فهیم و هوشمند و زیرک و دارای شایستگی هایی باشه که منافع ملی رو در نظر بگیره. حتما باید منافع مقام معظم رهبری رو در نظر بگیره و در هر کلامش 5-6 بار دست به دامن این جایگاه بشه و دخیل ببنده. و اینه که این مسئولیت ها در نظام مقدس اسلامی از 37-8 سال پیش دقیقا بین 100 نفر، 120 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر دست به دست شده. یعنی شما نگاه کنید آدم‌های پیر و فرسوده که در هر کجای جهانی که مختصری فهم و خرد در اونها هست، حتما تا حالا 30-40 سال پیش بازنشسته شده بودن، از اینا دارن کار میکشن. مثلا حضور آقای جنتی در یک جایگاه مسئولیتی، یعنی اینی که آدم ندارن. واقعا سوال اینه که اینا آدم ندارن جنتی رو گذاشتن اونجا؟ نه، اصلا این نیست. اینها باید باشند تا هر دنبیل شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی بدن که اون بازار فروش اسلحه داغ باشه. و اینا اگر عرضه مبارزه با امریکا و اسرائیل رو داشتن، همین حضورشون توی سوریه بهترین بهانه بود دیگه. مگه شما دنبال بهانه نمیگردید اسرائیل رو از صفحه روزگار محو کنید؟ بسم الله، تمام خاک سوریه در اختیار شماست. بفرمایید هر موشکای شهابتون رو ببرید اسرائیل رو از صفحه روزگار محوش کنید. چرا جرأت نکردید یک فشنگ شلیک بکنید؟ علتش فقط و فقط در اینه که شماها هستید برای داغ کردن بازار فروش اسلحه.